کافی نیست. اگر این پاسخ ها کافی بود و اگر این خطاها رو نداشت، این کتاب الان تبدیل شده بود به یک کتابی که میذاشتنش در موزه، همه میرفتن اونجا میگفتن این سخن سخن خداوند است، ببینیم علم از توش چی میشه در آوردی در بیاد. ولی همچین چیزی نیست. شما و دوستان دیگر وای میسید که فیزیکدان ها و شیمیدان ها یک چیزی کشف بکنن، بعد با یکی از آیه های این کتاب تطابقش میدید. من همین الان این رو هم عرض کنم، بعد شما پایان سخن رو بگید و اتاق رو ببندیم. من همین الان براتون از کتاب شعر یه توپ دارم قلقلیه براتون میخونم و تفسیرش میکنم به فیزیک کوانتوم. حالا شما بشنوید ببینید آیا این درست است یا نه. خب من اگر ادعا بر این بود که یه توپ دارم قلقلیه بخشی از کتاب الهی بود که مثلا 1400 سال پیش آمده بود، من میخونم براتون. یه توپ دارم قلقلیه، در این آیه اینجا تفسیرش اینه، میبینیم که به قلقلی بودنش، یعنی منظور از توپ کره زمین است. خب و این یک معجزه است که در 1400 سال پیش کسی گفته یک توپ دارم قلقلیه. دومیش سرخ و سفید و آبیه، این هم معجزه است. چرا؟ برای اینکه سیر تکامل کره زمین رو داره صحبت میکنه، داره میگه زمین اول سرخ بود، پر از مواد مذاب بود، یک گوی سرخی بود، بعد سفید شد یعنی یخ زد که میدونیم دوران یخبندان بوده، بعد آبی شد یا یعنی پر از آب شد. خب این هم که میدونید که معجزه کبیری است که به سرخ و سفید و آبی، یعنی به تکامل زمین. سومیش آیه سوم، میزنم زمین هوا میره. اینجا حرکت توپ همون حرکت زمینه، داره یعنی زمین رو ثابت، قدیمی‌ها فکر میکردن زمین ثابته، مرکز جهانه، در این آیه داره اشاره میکنه که زمین حرکت داشته، زمین حرکت میکرده، هوا میره یعنی داره حرکت میکنه. پس تازه به شتابدار بودن حرکت زمینم، چون میدونید زمین حرکت در دور خودش میگرده، یک شتاب زاویه‌ای داره دیگه. این هم که میدونید که دیگه معجزه کبیری است، نمیدونی تا کجا میره. این آیه هم که آیه چهارمه، به بی پایان بودن جهان اشاره داره، یک مفاهیمی که با محاسبات پیچیده انیشتن اتفاق افتاده، اینجا حالا بی پایان بودنش ما داریم میبینیم، یعنی همون انبساط جهان و ردشیفت و قانون هابل همه این تو هست، همه در همین نمیدونی تا کجا میره است. آیه 5، من این توپو نداشتم. اینجا اشاره به خلقت زمین و توحید و خالقیت این هست که زمین بعدن به وجود اومده، از ابتدا نبوده. این هم که یک معجزه بزرگ است. آیه 6، مشقامو خوب نوشتم. اینجا سعی داره که اشاره بکنه به ارشاد انسان، به این که ما انسان‌های نیک وارسته و با تقوا یک تکالیفی داریم، با انجام این تکالیف به اون مرتبه رسیدیم، یعنی تکلیف‌هامون رو انجام دادیم، انسان رو به انجام تکالیف دعوت می‌کنند. آیه 7، بابام به هم عیدی داد، یه توپ قلقلی داد. اینجا پدر خداوند است که روح خود رو در انسان دمیده، چون عیدی داده، توپ قلقلی داده، یعنی پدر، پس پدر همه انسان ها محسوب میشه. این توپ قلقلی هم که زمینه ما رو ببینید، اگر قرار باشه ما اینطوری تفسیر بکنیم از هر شعری، حالا این که یک چیزیه که یک دوستی با یه ذوقی چیزایی اینا رو نوشتن، منم دارم از اون چه که ایشون نوشتن میخونم، خب ولی نکته اینه که اگر قرار باشه اینطوری توصیف بکنیم، هر شعر کودکانه یه بچگانه یه من میتونم براتون بیارم از دلش کوانتوم فیزیک در بیارم، این به معنی معجزه نیست. اگر روش شما برای باور به خدا این است که